نام خدا شاگردای عزیز سلام خوب هستین جور هستین بخیر باشین من استاد ریاضی شما شاگردای عزیزه، خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب هادی خب شاگردای عزیز امروز درس دوم ماست جلسه دوم سیست خب او شاگردایی که سوال کارخانگی را به ما روان کردن سیست خود سعیسته. اما اونایی که روان نکردن میتونه با شماره یک هم تو جلسه قبل گفتیم نه در شماره ۲صر ۹ش۴ ۷ ۲۵۵ ۱ این نمبر چی است نمبر واتساپ ماست صهیحاست میتونید با ما در ارتباط شوید اگر کدام نظر انتقاد پیشنهاد دارید و حتی کارخانهگیا رام باید دمی روان کنید صهیح شد پس میتونید با ما در ارتبا با ای شماره با ما در ارتباط شوید <applause> فصل اول ماست جلسه دوم درست است فصل اول دایره جلسه دوم خب ما یک یادآوری اول از درس قبل بکنیم جلسه قبل چی گفتیم یادتان است بگین آفرین خود دایره تعریف کردیم دیگه تعریف دایره و بعد از چی گفتیم بعد از تعریف دایره آمدیم عناصر یک دایره رو گفتیم گفتیم که یک دایره چند عنصر دارد که یک تا یک تا براتون تعریف کردیم درست است چی بود دایره عناصر دایره گفتیم یک تا دارد مرکز دارد وتر دارد قطع دارد قطعه دارد درست است قطر دارد کل اینا را تعریف کردیم یک تا دیگه هم بود بگو چی بود یا تا است قوس دایره احسن گفتیم یا کمان دایره صحیح شد خب حال ما در درس امروز ما و شما قرار است چه عناوین رو با هم بخوانیم پس اهداف جلسه دوم یا عناوینی که ما در ای جلسه ما و شما میخوانیم اول چرا میخوانیم موقعیت دو دایره نظر به یک دیگر دوم زاویه مرکزی در دایره رو میخونیم که چی است و سوم چی میخوانیم خصوصیات وتر دایره صحیح شد خب یک تا یک تا ما رو ما و شما کار میکنه اول از همه چی موقعیت دو دایره نظر به یک دیگر آفرین خب پس به ما و شما تعریف میکنیم موقعیت دو دایره نظر به یک دیگر صحیح شد اول چی است غیر متقاطع یعنی چی ما سر تخته باز برای تشریح میکنم که بر شکل میکشم و نشان میتونم که دو دایره چه صورت چی میشه غیر متقاطع یا میگه متخارج هستن صحیح شد خب دوم چیز دوم مماس خارج یا خارجان مماس فرق نمیکنه میکنه در کتاب شما نوشته که خارجان مماس یا همون مماس خارج که این ما تشریح میکنیم چی است سوم دو دایره چه رقم میتونه باشه نظر به یک دیگر متقاطع میتونه باشه صحیح و چهارم مماس داخل پنجم چفت است متحد مرکز. خیلی بریم سر تخته براتون یک تا یک تا این شکلش میکشیم و تشریح میکنم درست است ما و شما قرار است که چی رو بخوانیم؟ اعمال گفتیم برید موقعیت دو دایره نظر به یک دیگر درست است؟ اول گفتیم چی اول دو دایره غیر متقاطع یا گفتیم که چی برش میگیم دو دایره متخارج به شکل میشه ما اگر دو دایره داشته باشیم به این دین شکل بردیم دو دایره داشته باشیم به این شکل دایره اول ما شاهش باشه نامش آر و دایره دوم ما نام شاهش باشه نامش آر زبر خوری میفهمید دیگه یک خطک بالش باشه چی میخوانیم آر زبر میخوانیم خب آلم به ای شکل ما میایم میگیم که میگیم اگر مرکز از این نامش باشه او او مرکز از این باشه او زبر صحیح شد خب حالا چه رقم میگیم میگیم این دو دایره چی است متخارج است یا غیر متقاطع یعنی یه جمله قد قطع نکرده درست است میبینیم دیگه نه از هم دور است جدا است فاصله دارد غیر متقاطع اما به زبان ریاضی رو چه رقم نوشته کنیم به زبان ریاضی رو به شکل نوشته میکنیم میگیم که اگر ما بیایم مرکز دایره اوله در مرکز دایره دوم را وصل کنیم با یک خط نام از چی بانم دی بانم صحیح فرق نمیکنه نامش هر چی باشه ولی در کتاب دی مانده پس ما اگر بیایم با ما شای از جای دیگه بکشم شاید از به شکل میکشم ان شایش آر و اینم چی میمانم آر زبر آل فاصله از او تا او زبر رو بکشم نامش رو بانم دی پس این فاصله نامش چی باشد دی باشد خب میفهمین دیگه در اینجا میبینید که دی ما کلانتر از آر جمع آر زبر میباشد درست است؟ چون از او تا اینجا نامش هست آر چون شا, شا دیگه اینی شا کدی شا مساویس دیگه خب میفهمیم دیگه درست است؟ اینی هم چی است؟ اینی هم آر است حال آر کد آر زبر اگر جمع کنیم از دی چی میشه؟ خورتر میشه سعیست؟ یعنی دی ما کلانتر از آر جمع آر است پس به زبان ریاضی به این اگر ما جمع دو شعاع را حساب کنیم فاصله دو تا مرکز را هم حساب کنیم اگر فاصله دو تا مرکز که نامش دی است کلانتر از جمع دو شعاع باشد برای چی میگیم میگیم دو دایره چی است غیر متقاطع یا میگیم متخارج است درست است خب حالت دوم چی بود حالت دوم گفتیم خارجان مماس یا مماس خارج به چه شکل میشه دایره ما به این شکل است دایره اول ما دایره دومم به شکل میشه دو دایره که مماس خارج یعنی از خارج به هم مماس است یک تا نقطه مشترک دارد به این شکل خب دایره اول ما مرکزش نامش او باشد شاهشم نامش آر باشد سیف دایره دوم مرکز نامش او زبر شایش هم آر زبر باشد آلی اگر بیایم دو مرکز به هم وصل کنیم نامش رو دی بانیم دو مرکز دایره به هم دیگه وصل کنیم نامش رو چی میمانیم؟ دی خب رابطه شما بگین دی با شاه رقم میشه؟ بگین آفرین میبینین که اگر ما هر دو رو با هم جمع کنیم با دی چی میشه مساوی میشه پس نوشته میکنیم که دی ما مساوی است با آر جمع آر زبر درست است پس به زبان ریاضی ما به شک بر شما میگیم کی دو تا دایره مماسن خارج یا خارجن مماس مماس خارج است چه شکل به ای شکل که ما هر دو رو با هم جمع کنیم و با دی چی شوه مساوی شوه درست است پس این هم چی شد حالت دوم خب اما حالت سوم چی گفتیم حالت سوم گفتیم متقاطع است یعنی چی یعنی دو تا دایره همدیگر را قطع میکند خب من شکلش برات میکشم اگر ما چنین دایره اول ما به این شکل باشد دایره دوم به این شکل باشد صحیح خب باز دوباره اینی شایش باشد آر مرکزش باشد او این دایره ما شایش باشد آر زبر و مرکزش باشد او زبر و اگر ما بیایم اینی دو مرکز به هم وصل نامشه نامش دیبانو رابطه شفت رابطش به این شکل است دقت کنید که دیمه کوچکتر از آر جمع آر زبر میشه درست است خیر میفهمیم یک نکته بسیار مهم شاگردای عزیز یک نکته بسیار مهم وقتی که دایره ما دو دایره ما متقاطع است یعنی همدیگر در دو نقطه قطع کرده نگاه یک نقطه در اینجا یک نقطه در اینجا درست است دی ما فاصله دوتا مرکز از جمع کوچکتر میشه اما از منفی دو باید چی شود بگین آفرین بزرگتر شوه پس میوانیم چی بزرگتر از منفی دو تا شعار منفی آر خب حال سوال از کجا معلوم که آر کلان تر است یا آر زبر کلان تر است حال شکل ما خو آر کلان است صحیح اما ممکنه یک شکل شما خودت بکشید که چا... کتابچه خودت که ببینید آر زبر کلان باشه نه پس او باید آر زبر اول نوشته کنید آر زبر منفی آر پس اگر این کدام مشکل پیش ما چی میکنیم ما خود نمیفهمیم کدام کلان که فرق میکنه دیگه نه ما ممکنه آر کلانتر بگیریم تو ممکنه آر زبر کلانتر بگیریم پس با او خاطر یک تا قیمت مطلقم بدش میمانیم درست است پس به چک نوشته میکنیم دی ما خورتر از آر جمع آرزوار باشد و کلانتر از قیمت مطلقه آر منفی آرزوار، زبر صحیح شد پس این هم چی شد ش... حالت سوم ما دو دایره چی است متقاطع است یعنی در دو نقطه یکدیگر را قطع این این دایره چی بود این دایره چی بود مماس خارج در چند نقطه یک دیگر قطع کردن؟ در یک نقطه و این حالت اول چی است؟ دو دایره غیر متقاطع یا میگیم چی؟ متخارج در چند نقطه یک دیگر... دیگر خود قطع کرده؟ آفرین یک نقطه یک قد نکده صحیف؟ خب حالت چهارم و پنجم من تختر پاک میکنم حالت چهارم و پنجم برای تشریم میکنم درست است؟ خب خب شاگرده عزیز و گرامی حالت چهارم چی بود؟ حالت, حالت چهارم بگیر؟ آفرین آفرین به شما با. مماس داخل یا داخلا مماس به چی شکل میشه به این شکل میشه ما اگر یک دایره داشته باشه یعنی دایره سیف ای او باشد و ای شایش باشد آر اینی باشد آر دایره دومه به این شکل باشه سیف دقت کنید که مماس داخل شود مرکز اینجا میگیرم اینجا کش بکشم که سیشه خب مماس داخل اگر بگیریم به این شکل میشه در یک نقطه مشترک هست و اما چی است از داخل مماس است دایره خرد دا داخل دایره کلان است درست است باید میگیم چی مماس داخل یا داخلا مماس خب شرط اینجا چی میشه خب این دایره ما باز مرکزش هست او زبر و شعایش هم هست آر زبر صحیح خب رابطه چی است رابطش به این میشه اگر ما فاصله دو تا مرکز نامش رو دی بانیم که دی ما مساوی میشه با آر, آر منفی آر زبر درست است مساوی میشه دقیقا ده حالت سوم چی بود ده حالت سوم گفتیم متقاطع درست است متقاطع چه رقم میشد دی ما از آر منفی آر زبر کلانتر می شود. درست است از جمع دو تا شا کمتر میشد اما از قیمت مطلق آر منفی آر زبر باز می شد کلانتر می شود. و با او خاطرم گفتیم چون آر کلانتر است یا آر زبر نمیفهمیم با اون قیمت مطلق می ماندیم. نه اینجا ما اون شکل است حتما باید چی بانیم؟ قیمت مطلق را بانیم پس اگر دی ما مساوی شود با قیمت مطلقه آر منفی آر زبر میگیم دو دایره چی است دو دایره مماس داخل است درست است و حالت آخر حالت آخر چی بود حالت آخر گفتیم که متحد مرکز یا هم مرکز برش میگیم اگر ما دو دایره داشته باشیم که مرکزایش یکی باشد سعیست به شکل این شای کلان آر است و این شای خورد چه است؟ آر زبر است خب فاصله دو تا مرکز چی میشه؟ دقیقا دو تا مرکز روی هم قرار دارد فاصله شند است؟ صفر است آفرین به شما پس در اینجا چی میشه؟ دی ما مساوی میشه با صفر احسن پس اگر ما فاصله دو تا مرکز صفر شد میگیم دو, دو تا دایره چی است متحد المرکز یا هم مرکز برش میگیم درست است خب پس شاگرد عزیز یک بار دیگه یادآوری کنیم گفتیم دو دایره نظر به هم چند تا حالت دارد پنج تا حالت دارد آفرین حالت اول چه بود غیر متقاطع یا برش میگیم متخارج صحیح حالت دوم حالت دوم گفتیم چی مماس خارج یا خارجان مماس فرق نمیکنه هر کدامشو بگیم یعنی چی یعنی یک تا نقطه مشترک دارد اما خارج یک دیگر است صحیح از خارج مماس شده به هم دیگه و حالت دوم چیه حالت سوم حالت سوم چی بود دو دایره متقاطع دو دایره متقاطع یعنی ده دو نقطه مشترک است در دو نقطه مشترک است و شرطش چی بود شرط اول بگید شرط اول چی بود مماس خارج چه رقم بود دوم است نه اول بگین اول چی است دو دایره غیر متقاطع که از هم فاصله داشته باشد جدا از هم برش میگن که دیما چی میشه بزرگتر یا کلانتر از جمع دوتا شوا میشه درست است خب حالت دوم چی بود مماس خارج گفتیم که دی مساوی میشه با جمع دوتا شوا درست است و حالت سوم دو دا دایره متقاطع که چرا هم گفتیم گفتیم دیما کوچکتر از جمع دوتا شوا میشه اما بزرگتر از قیمت مطلقه منفی دوتا شوا درست است و حالت چهارم که در اینجا گفتیم چی است؟ داخلا مماس یا مماس داخل که دی ما دقیقا مساوی با قیمت مطلقه آر منفی آر میشه و حالت آخر هم چیست؟ متحد مرکز یا میگیم هم مرکز که دقیقا دوتا مرکز روی هم قرار داره پس دی میشه چند؟ سفر احسن چون هیچ فاصله نداره سیست؟ پس خود میفهمیم پس ای چی شد؟ پنج حالتی که دو تا دایره میتونه نظر به یکدیگر داشته باشه درست است <applause> مبحث بعدی که ما و شما قرار است بخوانیم چی بود گفتیم زاویه مرکزی درست است زاویه مرکزی چی است ما کردیم برد. کردیم ده چی؟ ده تعریف کردیم برات نوشته کردیم در چی در سر اسلاید شما می‌بینید تعریف کردیم برات و با سر تخت باز شکلش برات میکشم تشریح میکنم که دقیق بفهمید چی است خب زاویه مرکزی رو میخوایم با هم زاویه ای که رأس آن روی مرکز دایره و از لای آن چی باشد شاه‌های دایره باشد را زاویه مرکزی می‌گوییم درست است پس یک بار دیگه زاویه‌ای که رأس زاویه روی مرکز دایره باشد و از لای او زاویه چه باشد دو شاهای دایره باشد درست است خب یک نکته هم داریم نکته چی گفته نکته گفته که قوس مقابل به زاویه مرکزی با خود زاویه مرکزی بر حسب درجه چی است مساوی است یا برابر است صحیح خب من سر تخته با شکل برات میکشم تشریح میکنم که دقیق بفهمید چی است یک تا مثال باز برات کار میکنم درست است بریم سر تخته ما شکل برات بکشم که تشریح کنم چه رقم میشه پس ما به این میگیم که ما یک تا دایره اگر بکشم این دایره ای ما باشد صحیح است نام دایره گفتیم با چی میمانیم با خود سی میمانیم صحیح چون سیرکل بود دیگه نه اول کلمه دایره مرکزش رو با او میمانیم و شایش با چی با آر صحیح است خب حالا میگیم که ما یک یک زاویه رو خوشمون بفهمین جسین ف... قبلا خواندیم دیگه سنفای قبله زاویه چی زاویه به شکل است بر برش میگیم چی به میگیم زاویه که یک تا رأس دارد این دو زل که به هم وصل میشه این گوشگگ این رو برش میگیم چی رأس زاویه صحیح و این دو تا نیم خطی که در اینجا وجود دارد این نیم خط و اینی نیم خط نام رأس معمولا با او نشان میتیم فرق نمی کنه یا اگر باشد x یا باشد وای، صحیح خی او ایکس و او وای چی میشه میشه زل های زاویه میده چرا هم شد و زاویه سه بخش دارد یک تا راس دارد که با اون نشان میتیم ناویش هر چی باشه فرق نمی کنه که ما اینجا با اون دادیم و زیل های زاویه چی میشه دو تا نیم خط هستن نیم خط دقت کن که یک طرفش بسته است یعنی سمت او بسته ادامه ندارد اما سمت ایکس اش است باز از ادامه دارد از سمت وای به تا لای ادامه دارد صحیح پس چی است این زاویه رو ما شما خونده؟ حالا میگیم که زاویه که در دایره باشد که رأس از او، اینی رأس، در چی باشد؟ دقیقا در روی مرکز قرار بگیره، فهمیده؟ دقیقا در روی مرکز قرار بگیره، و این اردو زیل از چی شود؟ شود شاه های دایره، یعنی اینجا باشد x اینجا باشد وای، درست است؟ خیلی زاویه x او وای، چی میشه؟ یک زاویه مرکزی میشه درست است؟ زاویه ای که رأس آن روی مرکز دایره باشد و از لای یا زل زاویه چی باشد؟ دو شاه دایره باشد هر کدام یک تا شاه باشد برای دایره هر زلش یک شاه باشد درست است؟ یک نکته را من یادآوری برد میکنم یک زاویه را ما به دو طریقه میتونیم نشان بدیم درست است یک تا چی بود یک حرفی یک تا سه حرفی صحیح اما همین زاویه همی زاویه را ما میتونیم بهش بدیم یا این میزای نوشته کنم این میزای که اینجا در اینجا نوشته کردم فیس می میتونم به زاویه او نشان بدم یک تا علامه زاویه در بالش میمان این چی است علامه زاویه درست یک تا هشت دره خرد نوشته میکنیم پس میشه او زاویه او یا میتونیم به شک نوشته کنیم یا نوشته کنیم زاویه ایکس او وای درست از علامه زاویه رو میمانیم دقت کنی فرقش چی است ممکنه باید بگی که چی اگه نوشته کنیم او ایکس وای چی او غلط است نکتهش در کجاست نکتهش است که رأس زاویه رو را باید حتما در چه وسط نوشته کنیم و اگر سه حرفی نوشته کنیم باید رأس زاویه حتما در وسط نوشته شود درست است پس x او اگر نوشته کنیم که او x y غلط است این زاویه را نمیتونید زاویه نامش اکس او x نیست صحیح چون رأس در وسط نیست رأس حتما باید چی در وسط باشه یا سه حرفی نوشته میکنیم رأس در وسط یا یک حرفی که نوشته میکنیم فقط رأس نوشته میکنیم و زاویه او نمیگم زاویه ایکس نمیگم زاویه وای فاهمیدی خب شاگردای عزیز حالا ما همین زاویه را اومدیم چه کردیم به عنوان زاویه مرکزی تعریف کردیم گفتیم زاویه ای که رأس آن زاویه روی مرکز دایره باشد و از لای زاویه چی باشد شاههای دایره باشد پس به این شکل میگیم زاویه مرکزی زاویه چی شد زاویه x او وای یک زاویه چی هست؟ زاویه مرکزی است زاویه مرکزی و یک نکته گفتیم گفتیم زاویه مرکزی با قوس مقابل آن با هم دیگه برابر است بر حسب درجه یعنی چی یعنی اگر زاویه ما در باشد سی درجه باشد سعید سی درجه زاویه ما باز شده باشد این قوس قوس از x تا y این قوس ما پرنگ برد این قوس از x تا y چی میشه یم سی درجه است فهمیدی خیلی چی نوشته میکنیم اگر x و وای ما باشد زاویه x و ما باشد سی درجه و میفهمید علامت این علامه چی است؟ علامه زاوی است نه؟ در بگیریم که قوس x وای x وای به این شکل یک تا علامه قوس هم بالش میمانی میشه قوس x وای سیست قوس x وای هم با سی درجه فا چی شد؟ اگر زاوی ما پینجا درجه باشد قوس ما چند درجه است؟ آفرین پینجا درجه است اگر قوس ما صد درجه باشد زاوی ما چند درجه میشه؟ 100 درجه میشه آفرین پس مرکزی رو زاویه مرکزی زاویه است که رأس آن روی مرکزی دایره باشد و از لای آن چه باشد شاههای دایره باشد نکته زاویه مرکزی هم چی است نکته میفهمیم میفهمی گفتیم بر چی گفتیم که زاویه مرکزی با قوس مقابل قوس هم کمان است گفتیم جلسه قبل گفتیم قوس یا کمان دیگه نه زاویه مرکزی با قوس مقابل آن بر حسب درجه با هم چی است مساوی است برابر است اما دیدیم که اگر این زاویه سی درجه باشه قوس هم چی میشه سی درجه میشه پس زاویه x و y سی درجه است قوس x y قوس هم علامش ماندیم نه پس چی شد سی درجه درست است خب شاگرد عزیز من تخته پاک میکنم یک تا سوال یک تا مثال بر کار میکنم که بفهمید دقیقاً چه رقم سوال میایه از زاویه مرکزی درست است خب پس تخته پاک کنیم این دایره ما باشد صحیح است دایره سی مرکزش هم او باشد بگیم که ما یک تا زاویه داریم درست است یک تا زاوی زاویه بکشم این زاویه ما باشد این زاویه درست است این قوس شاگرد عزیز از A تا B این قوس به ای قوس خرد میگیم صحیح است این قوس خردش میشه و این قوس چه میشه قوس کلان میشه قوس بزرگش میشه درست است قوس خورد ما X باشد و قوس کلان ما قوس کلان یعنی با نقطه اینج بانم نامش دی بانم پس قوس نگاه کنید قوس خرد ما چی میشه قوس کوچک یا خرد ما میشه A b پس قوس e b که چقدر چه هست x است x درجه دیگه نه بر حسب درجه میگیم دیگه درست قوس کلان ما چی میشه میشه A d b اگر دیرنمون خب باز فرق نمیشه نه بین قوس خرد کلان مشخص نیست پس یک تا دی میمانم ده اینجا فرق نمی کنه میگیم e d b پس قوس کلان ما چی میشه قوس کلان یا بزرگ ما میشه A d B صحیح خب حال سوال با ما این گفته قوس خرد ما اگر x باشد قوس کلان ما 5 برابر قوس خرد باشد صحیح است اگر x باشه خیلی چی میشه میشه 5x آفرین 5 برابر پس میشه ضرب در 5 می کنیم 5x حالا با ما گفته زاویه او زاویه ای که مرکزی A و B را گفته دریافت کو چند درجه میشه صحیح است پس زاویه A و B چند درجه میشه صحیح شد پس یک سوال امتحانی خیلی آسان بتونیم حلش کنیم به شکل حل میکنیم خب قوس خورد با چقدر است x است قوس کلان ما چقدر است 5x چون گفته 5 چند یا 5 برابر قوس خورد است نه پس میشه 5x آلی ما اگر قوس خورد قوس کلان اردوش با هم جمع کنیم یک دایره کامل میشه درست است یک دایره کامل چند درجه است ایر میفهمیم چند 360 درجه آفرین به شما پس من نوشتن میکنم ما اگر قوس خورد x جمع قوس کلان کنیم قوس کلان چی میشه 5x میشه جمع از هر دو با چند شد باید شود 360 درجه چرا چون یک تا دایره کامل میشه یک دور کامل میزنه میشه 360 درجه خب x جمع 5x چند میشه این دو سن فف x جمع 5x میشه چند ایده ای پشت از این میفهمیم یک تا عدد چند داریم یک داریم دیگه نه یک x جمع 5x میشه 6x پس نوشتن میکنیم 6x مساوی است با 360 60 درجه درست است خب یک معادله است دست این فافت خوانده معادله چی رقم ها... کار میکنیم اطراف با تقسیم بر چند کنیم تقسیم بر 6 ضرب x دیگه ضرب x باید خلاص کنیم دیگه نه؟ اطراف تقسیم بر 6 تقسیم بر 6 میکنیم میبرم تقسیم بر 6 این 6 کدی 6 خلاص پس x مساوی است با 360 بر 6 بر 6 چند میشه 6 6 36 پس میشه چند 60 درست است سی و شش. میشه چند؟ شفت درجه است پس X ما چند درجه است؟ شفت درجه فهمیدی؟ خب آله گفته که زاویه AOB چند درجه است خب ما قوس فهمیدیم ایکس ما چند 60 درجه دریافت شد این معادل در کار کردیم و 60 درجه دریافت کردیم خب طبق اون نکته که گفتیم قوس مقابل به زاویه مرکزی با خود زاویه چی است مساوی است خب قوس ما چند درجه شده 60 درجه پس زاویه مرکزی ما چند درجه میشه 60 درجه آفرین پس در نتیجه میگیم که زاویه AOB او ما چند درجه است مساوی است با شفت درجه یعنی درجه فیف فامیل چی رقم شد دیگه نه پس یک بار دیگه سوال گوش کن با ما سوال به شک داده یک تا دایره داده یک زاویه بر ما کشیده زاویه مرکزی یا فکرت باشه دقیقاً راست زاویه رو مرکز دایره است گفته این قوس خرد قوس کلان قوس خرد ما رو گفته x قوس کلان ما رو گفته چی 5 برابر قوس خرد پس میشه 5 x خب ما شما میفهمیم که پنج برابر یعنی در 5 ضرب کو دیگه خیلی میشه 5 x حالا گفته زاویه مرکزی AOB او رو دریافت کن. زای مرکزی ای او بی خب ما گفتیم چند درجه است علام، علامه علام سوال ماندیم بهش ما کار کردیم گفتیم که قوس خرد کلان ما و شما اگر جمع کنیم چند درجه میشه 360 چرا 360 چون یک تا دایره کامل میشه یک ایکس جمع پنج ایکس چند میشه 6 ایکس مساوی با 360 یک معادل افنه اطراف تقسیم بر چند میکنیم 6 میکنیم هر دو طرف تقسیم بر 6 میکنیم 6 با 6 خلاص ایکس مساوی است با 360 تقسیم بر 6 میشه 60 درجه حال چون قوس ایکس قوس ام ایکس ما هم, هم قوس ای بی است دیگه نه ایکس ما شده 60 درجه با زاویه مرکزی مقابلش است مساوی است پس زاویه مرکزی ما, قابلش پس زاوی مرکزی ما هم چند درجه است 60 درجه مهمم. بحث بعدی ما و شما میخوانیم چی است خصوصیات وتر دایره که چه خصوصیات داره وتر خو گفتم چی بود دیگه نه تعریف تا است در جلسه قبل گفتیم وقت دایره گفتیم که پاره خطی که دایره در دو نقطه قطع کند نه یا هر دو نقطه از محیط دایره رو ما با همدیگه دیگه کنیم بهش میگیم چی وتر دایره درست است یک دایره چند تا وتر دارد جلسه قبل گفته بودیم لا يتناهی. چون ما میتونیم هر نقطه از دایره رو با هم دیگه کنیم و چی میشه یک وتر میشه صحیح خب در رابطه با خصوصیات وتر دایره دو تا قضیه ما بسیار مهم داریم که من ثبوتش برات میکنم قضیه ها رو ما نوشته کردیم در سلاید میبینید ما قضیه رو شما نوشته کردیم و ما ثبوتش سر تخته برد میکنیم که چه رقم ثبوت میشه درست است؟ خب قضیه یک چی است؟ قضیه که بخوانیم در هر دایره قطر عمود بر وتر، وتر و قوس مقابل آن را نصف میکند این رو میفهمیم سهیست؟ پس چی است؟ ما میگیم یک تا دایره داریم عالی اگه یک تا وتر داشته باشیم قطر که به وتر عمود باشد یعنی چی عمود باشد زاویه بین قطر و وتر چند درجه باشد 90 درجه آفرین وقتی میگیم عمود باشد یعنی زاویه بینش قایمه باشد یا 90 درجه باشد درست است خب پس من میرم سر تخت شکل چه برات میکشم و ثبوت میکنم که گفته چی باید او وتر و قوسه با ما چی کنه نصف کنه یعنی اگر وتر ما 5 باشد 5 سانتی متر باشد باید این هم شوه 2.5 او برم شوه چه 2.5 درست است خب شاگردای عزیز و گرامی ما یک تا دایره برد میکشم. اینی دایره ماست. صحیف؟ دایره سی مرک مرکزش او و شایشم آرست. است. خال هیچ کار نداریم فعلا. ما میگیم که یک تا چی داریم؟ یک تا وطر داریم. وطر من میکشم. اینی وطر من باشه. من وطر او رو مده اینجا بکشم که وطر پایین بکشیم. وتر ای بی. اینی وطر من وتر ای بی گفتیم دیگه وتر چی است دو تا نقطه روی محیط دایره به همدیگه وصل کنید چی میشه وتر دایره آفرین پس این وتر دایره است حال گفته که یک تا قطر قطر رو میفهمیم قطر چی بود قطر گفتیم بزرگترین وتر وتر که از مرکز بگذرد یک دایره چند تا قطر دارد لایه تنهایی چون میتونی چی لایه تنهای خط بکشی که از مرکز رد میشنه عبور میکنه درست است خیال گفته کدام قطر قطری که بر وتر چی باشد عمود باشد به شک این این زاویه چند درجه باشد؟ 90 درجه باشد درست است؟ این زاویه 90 درجه باشد پس این قطر باشد قطر ما نامش چی باشد؟ مثلا باشد خود دایره که نامش سی باشد ای بی e باشد دی ای e. به شکل این قطر ماست دی e, قطر ماست و زاویه بین دی ای e و ای بی 90 درجه است. حالا چی گفته؟ گفته در هر دایره وطر یک وطر داریم وطر ای بی داریم یک تا قطر رسم میکنیم که بر وطر عمود باشد گفته صد فیصد وتر به دو قسمت مساوی تقسیم میکنند و قوس مقابلش به این شکل است نصف میکند یعنی الان قوس ای ای این قوس با قوس بی ای چی میشه؟ مساوی میشه و ز آلی نامیشه اینجا بانم مثلا اچ بانم نامیشه است ای اچ با اچ بی چی میشه؟ مساوی میشه اونو زل, زل ای اچ با زل بی اچ با ای ای چی شد؟ مساوی شده درست است؟ خب این چرا هم ثبوت میکنیم؟ پس ثبوت قضیه یک ثبوت چرا هم ثبوت میکنیم ثبوت به شکل میکنیم م... ما به شکل میام م... چی میکنم میگم که از مرکز دایره شای او ای و شای او بی را چی میکنم رسم میکنم صحیح شای او ای و شای او بی را رسم میکنم حالی این در سن فهفت ما شما خواندیم دیگه چی بود؟ مساوی بودن دوتا مسلف یا برش میگفتیم هم نهشتی مسلف ها یعنی دوتا مسلف چه رقم با هم چی است؟ به مساویس برابر میشه خب سه حالت داشتیم دیگه نه؟ سه حالت برای مسلف های عادی داشتیم و دو حالت برای مسلف های قائم و زاویه من از مسلف های قائم و زاویه استفاده میکنم میگم که چی؟ او ای با او بی که است دلیل شما بگین. OA با OB مساوی است. چرا OA با OB مساوی است؟ آفرین چون درد بشه دایره است یک دایره خوشا با هم مساوی است میفهمیم پس من نوشته میکنم او ا است با او بی درست است پس دلیلش هم نوشته میکنم چرا چون شعاع دایره است دایره چی است با هم دیگه چی است مساویست خودی میفهمیم دیگه چی دیگه او ای -E هم چی است او بخشت او اچ این نقطه اچ است دیگه نه او اچ با او اچ مشترک است مساویس دیگه هم به این مثلث است در مثلث سمت چپ هم در مثلث سمت راست قرار داره پس نوشتن میکنیم او اچ زل او اچ با زل او اچ چرا چون دیگه مشترک است صحیح مشترک شد نه با هم است. خب دیگه چه زاوی اچ 1 این نامش اچ 1 باشد این هم نامش H2 باشد نامش H مال نمیگه صحیح پس زاوی اچ 1 مساویس با زاوی H2، چرا چون 90 درجه است صحیح شد پس به این سه دلیل که ما نوشته کردیم دو تا مثلث با هم چی میشه مساوی میشه پس نتیجه هم میگیریم نتیجه حالا چون در اینجا جای نیست دا... نتیجه در اینجا نوشته میکنم سایست. پس نتیجه در اینجا نتیجه هم میگیریم که مثلث A او اچ مساوی است با اگر یادتون باشه یک تا مد میمانیم نه به این میگفتیم چی همنهشت یا مساوی بودن دو تا مثلث مثلث ای با مثلث B او با هم چی میشه مساوی میشه مثلث B او با هم دیگه مساوی است این الان مثلث هم بالش نوشته میکنیم میگه میکشیم دیگه نه مثلث مثلث خورد نوشتیم میکشیم که میشه مثلث این دو مثلث با هم چی است مساوی شد خب حالی دو تا مثلث که مساوی شد OH که دو OH مساوی است مشترک است او هم که با OH است گفتیم شاهای دایره است خب ذیل سوم چی میشه میشه A با چی با ای بی با هم میشن مساوی پس در نتیجه هم میگیم که چی؟ بگن ای ای با بی ای مساوی میشه پس ای ای مساوی است با بی ای درست است خوامیر به ما گفته بود دیگه گفته بود که ثبوت کنید که اینی قطر وقتی که بر وقت عمود است وقت به دو نیم میکنه دو, دو نیم مساوی دقیقا ای ای با بی با ای باید مساوی شه که ما رو نشان دادیم صحیح دیگه چی گفته بود گفته بود که قوس مقابلش هم نصف باید بکنه. قوس مقابل یعنی از ای قوس ای بی این قوس پایینه این قوس باید به دو قسمت مساوی تقسیم کنه یعنی باید بگیم که چی باید بگیم ای ای با بی ای قوسش مساوی است نه این باید بگیم خب حالا مگه نگفتیم دو تا مثلث با هم مساوی است بله گفتیم دیگه ما کردیم دیگه ثبوت دو با هم چی است خب این زل ای ای که با ای ای زاویه o با زاویه او 2 زاوی هم چی میشه؟ مساوی میشه. زاویه o یک... پس نوشتن میکنم. زاویه o مساوی است با زاویه O2. فهمید؟ خب حل شد دیگه. چرا حل شد؟ چون زاویه O1 چی هست؟ یک زاویه مرکزی است. نگاه کنید زاویه او 1 میشه e O i یک زاویه مرکزی است. زاویه o هم یک زاویه مرکزی است. خب زاویه مرکزی با هم دیگه مساوی است. یعنی قوس های مقابلش هم با هم چی مساوی است آفرین همون گفته بودیم که زاویه مرکزی با قوس مقابل شفت برابر است پس او یک با او برابر باشد قوس مقابلش هم میشه ای -E با ای e با هم چی میشه مساوی میشه پس در نتیجه من اینجا نوشتن میکنم که نتیجه شیست نتیجهش به این شکل است که قوس ای -E با بی ای -E. در اینجا جای نیست من اینجا نوشتن میکنم فرق پس نتیجه هم بگیریم که قوس -E ای است با قوس چی بی پس چی شد شاگرد عزیز اگر هم ثبوت قضیه اول این علامه رو میمونیم یعنی چی شد یعنی ثبوت شد خلاص شد ثبوت ما این علامه رو میکشیم یعنی چی ثبوت ما خلاص شد پس چی شد بسیار آسان ثبوت کردیم بسیار راحت قضیه چی گفته بود گفته بود که ما اگر یک وتر داشته باشیم یک قطر عمود بر وتر بکشیم او وتر بدونیم تقسیم میکنه قوس مقابلش هم بدونیم تقسیم میکنه درست است پس چی شد شاگرد عزیز از قضیه اول اما قضیه دوم قضیه دوم به شکل گفتیم که چی وترهای مساوی از مرکز دایره هم فاصله اند این قضیه دقیقا در کتاب شما هست و من ما برد میکنم این معنای چیست؟ هست گفته وترهای مساوی از مرکز دایره هم فاصله اند معنای چیست؟ که ما در یک دایره دو تا وتر داریم وتر ای بی سی دی که یه اردو وتر با هم مساوی است یعنی مثلا وتر اول ما 4 سانتی است وتر دوم هم 4 سانتی است صحیح است گفته که ما اگر بیایم از مرکز دایره فاصله رو تا هر دو وطر حساب کنم با هم چی میشه؟ مساوی میشه خیلی ما میرم سر تخته برای شکل میکشم و ثبوت میکنم که هر دو فاصله با هم چی میشه؟ مساوی میشه درست است؟ خیلی برم سر تخته و من برای شکل بکشم تشریح کنم خب شاگردا شاگردای محترم و عزیز گوش کن قضیه دو قضیه دو گفته بود که اگر در یک دایره دو تا وتر با هم چی باشد مساوی باشد پس ما ما دوباره باز شکل برد بکشم دایره کلانتر بکشیم که خوب دیده شوه این دایره سی مرکزش هم او باشد. صحیح؟ این وطر ما باشد نامش. مثلا وطر سی ای بی. سی این وطر هم باشد مثلا وطر تقریبا با هم مساویست خوبه. این هم باشد سی دی. صحیح؟ حال دایره هم فرق مال وتر وطر ای بی و وطر سی دی. صحیح؟ حالی گفته یه هر دو وطر با هم است حال فاصله از نق... از مرکز تا اینا رو گفته شما باید ثبوت کنی که این فاصله تا وتر دقت کنید رو میفهمیم فاصله یک نقطه تا یک خط باید زاویه بینش چی باشد 90 درجه باشد خوری میفهمیم پس این زاویه باید فقط فیصد چی باشه 90 درجه باشد پس این زاویه باید 90 درجه باشد. درست است و این به شک از او ما بیایم دای دا وتر بکشیم باید زاویه چند درجه باشد 90 درجه باشد. درست است خب پس نگاه کنیم ما فرض و حکم را نوشتن می کنیم فرض چی است اطلاعات که مثلا به ما داده گفته وتر ای بی با وتر سی دی با هم چی هست؟ مساوی است پس ای بی با سی وتر با وتر CD مساوی حالا از ما چی ثبوت خواسته گفته ثبوت کنید که او آل نام از این با بانم مثلا اچ این با بانم اچ زبر سعیست؟ او اچ با او اچ زبر گفته باید ثبوت کنیم با هم مساوی است پس من با باید باید ثبوت کنم که او اچ مساوی است با او اچ زبر او اچ زبر این باید چی کنیم؟ ثبوت کنیم سعیست؟ خالی چه هم ثبوت میکنیم پس من نوشته میکنم ثبوت ثبوتی در ما و شما انجام میدیم به این ثبوت انجام میدیم خب ثبوت از به شکل است من میگم که باز دوباره شاگردای عزیز ما از او به ای یعنی شای او ای و شای او سی را چی میکنم رفع میکنم درست است شای او ای و شای او سی را چی میکنم رفع میکنم خب دو مثلث چی حاصل میشه دو مثلث قائم و زاویه درست است مثلث هایی که زاویه 90 درجه دارد یک 90 باشه یک یک تا دیگه اش 90 درصد 90 دیگه اش 90 درصد میفهمیم دیگه نه قائم هست. پس دو تا مثلث چی داریم قائم از زاویه داریم دو تا مثلثی که زاویه 90 درجه داره باز دوباره من اگر ثبوت کنم دو تا مثلث با هم دیگه مساوی است چی میگم میگم که ان و او زبر با هم چی میشه مساوی میشه این همون فاصله با هم برابر است همین میرسیم دیگه درست است خب من ثبوت میکنم باز دوباره میگم چی او ای با او 3 که چی است مساوی است دلیل شما بگین چون شاقه دایره است احسان پس او ا -E مساوی با او سی دلیلش هم میکنیم شعاع دایره درست است؟ دیگه چی؟ دیگه زاویه اچ با زاوی اچ زبر که مساوی چرا؟ چون 90 درجه است درست است؟ زاویه اچ مساوی است با اچ زبر ارزش 90 درجه است خب یک تای دیگه چی است؟ شکر بگین؟ یک تای دیگه شی CH زبر با EH مساوی است اما دلیلش شما بگین چرا مساوی است خب خود قضیه با ما چی گفته گفته AB وتر AB با CD مساوی است وتر AB با وتر CD مساوی است از قضیه یک چی گفتیم گفتیم که اگر ما یک تا دا قطر داشته باشیم که بیای وتر زاویه زاویه 90 درجه باشد وقت به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه یعنی الان ای با HB چی مساوی به دو قسمت تقسیم شده و به این شکل CH زبر با DH اچ زبر مساوی است یعنی دقیقا سی اچ زبر و ای اچ دقیقا نیم ها هستند خب خود وتران که با هم مساوی خود سوال با ما گفته وقتی که دو تا پاره خط با هم مساوی باشن نیم اونام با هم مساوی بله آفرین دو تا خط که با هم دو تا پاره خط که با هم مساوی باشه نصف آن هم با هم چی میشه مساوی میشه پس نوشته میکنیم که چی است سی اچ زبر مساوی است با ای اچ چرا چون نصف پاره های مساوی هستند پس نوشته میکنیم که نصف وترهای مساوی وتر مساوی درست است پس نه سه مساوی هستن خب باز دوباره پس نتیجه میگیریم که از این سه اطلاعات که نوشته کردیم دوتا تا مثلث با هم برابر است کدام مثلث مثلث او سی اچ زبر او سی اچ زبر برابر است با مثلث چی ا او اچ یا او اچ فرق میکنه او ا اچ با هم چی است برابر است دو تا مثلث با هم چی شد مساوی شد خب حال که مساوی است زل با کدام زل و کدام زل مساوی میشه او اچ زبر با او اچ چی مساوی است پس نوشته میگم در نتیجه او اچ زبر مساوی است با او اچ پس همین ثبوت هم شد ما دقیقا همین گفته بود که او اچ زبر با او اچ مساوی است ثبوت که با هم چی است مساوی است پس این هم چی شد ثبوت شد یعنی علامه رو گفتیم این سمبول چی ثبوت شد یعنی چی شد ثبوت ما خلاص شد درست است خب شاگردای عزیز درس امروز ما و شما خلاص میشه خب شاگرد عزیز و گرامی کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحات 10 12 و 14 کتاب حل میکنی و ما روان میکنی چه رقم ما روان میکنی با نمبر یا شماره 20964 780 255 40 13 درست است در واتس اپ ما روان میکنی ما و شما ارتباط میگیریم با چی با این با این شماره که زیرنویس هم برای شما میشه درست است خب شاگردای عزیز و گرامی پایان جلسه دوم مانده نباشید خسته نباشید بخیر باشید شما رو به خدای بزرگ می سپارم.